بروکسل میزبان نمایشگاهی دلخراش است. هنرمند عکاس الیساندرو پنسوی ایتالیایی 2 سال تمام را در یونان بر جاودانه کردن لحظات درد و رنج پناهجویانی سپری کرده است که به امید اسکان در اروپا وارد مرزهای یونان شدند، اما دیوارهای غیر قابل نفوذ قوانین اتحادیه اروپا آنها را در برزخی قرار داده که نه راه بازگشت به رویشان باز است و نه امکان کار و امرار معاش. آخرین باری که او را دیدم تیغی نشانم داد و گفت دفعه دیگر که وارد مرز ایتالیا شدم و راهم ندادند خودم را خواهم برید تا کسی به دادم برسد و به حرفم گوش کند که در یونان نمیتوانم بمانم چون هیچ چیز ندارم. الیساندرو از یونان به ایتالیا و سپس به استراسبورگ و بروکسل آمده تا آنچه را که در قلمرو اروپا می‌گذرد به رهبران و دستاندرکاران نشان داده و تقاضای همبستگی کند. کسانی که به دیدن نمایشگاه او رفتند می‌گویند تمام این جوانان از مناطق جنگ زده به امید زندگی بهتر آمدند. غرب اغلب فراموش می‌کند زندگی برای اینها تا چه حد دشوار است و خوب است که نمایشگاه‌هایی از این قبیل به صورتی واقع‌گرایانه زندگی اینها را که در پی شرایط زیست بهتری هستند منعکس کند. جالب است که ببینیم این وقایع تا چه حد گسترده است. این چیزی نیست که عامه از آن اطلاع داشته باشند. این همه آواره و اینقدر واقعیت. 2 سال پیش در یونان الیساندرو به چشم دید که چگونه یک پناهجوی جوان را با اتومبیل زیر گرفتند. این انگیزه او برای نمایشگاه کنونی شد.